همراه هستیم با آقای مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای مطهری، به نظر شما دلیل ممانعت چین و روسیه از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه طالبان چیست؟ سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت کسایی که ما و شما را میبینه و من سلام تقدیم میکنم خدمت شما. عرض شود چین و روسیه اکنون با همکاری و حمایت طالبان در افغانستان دنبال منافعشان هست. با سقوط نظام قبلی افغانستان، زمینه استخراج معادن، زمینه تاراج معادن افغانستان برای روسیه و چین بسیار باز است. اکنون هم یکی از موضوعاتی که روسیه و چین هر روز از گروه طالبان در افغانستان و در نشست‌های جهانی حمایت میکنه، موضوع استخراج معادن افغانستان است که امروز معدن میس عینک و همچنان معدن آهن حاجیگک، زمرد پنجشیر، گاز شبرغان این جزء معادن است که امروز قراردادهای اینا با چین و روسیه دولت طالبان بسته است. و از طرف دیگر تمام نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی چین و روسیه امروز در افغانستان کار میکنه و تلاش میکنه. و از طرف دیگر در گذشته هم یک از حامیای اصلی طالبان در افغانستان چین و روسیه بود که تلاش میکرد آمریکا را از افغانستان و متحدین آمریکا را اخراج بکنه. و همچنان موضوعی که برای مردم افغانستان مهم است، امروز اگه زنها از درس میمانه، اگه امر معروف طالبان و دولت طالبان قانونای سخت را بر زنها در افغانستان و اقلیت‌های مذهبی وضع می‌کنه، مردم افغانستان یکی از عوامل و یکی از عامل‌ها روسیه و چین و کشورهایی که از طالبان حمایت می‌کنه اونا را می‌دانه. متأسفانه امروز ما و شما شاهد این نشست هستیم که روسیه و چین از قانون اخیر امر معروف و نهی از منکر طالبان حمایت کرده، گویا امروز روسیه و چین بانی و حامی شده که طالبان نگذاره زنها و دخترای افغانستان درس بخونه، تحصیل بکنه و کار بکنه و همچنان اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در بدبختی زندگی بکنه. و موضوع بعدی، ما و شما این رو گفته میتونیم که چین و روسیه و همچنان دیگه کشورهای آسیایی تلاش میکنه که مردم افغانستان فقیر بمانه، مردم افغانستان از درس و تحصیل دور بمانه تا روسیه و چین در کشورهای آسیایی بر قدرت بمانه. این دو تا از موضوعات بود که چین و روسیه تلاش داره که در افغانستان نیروهای استخباراتیشان حفظ بکنه، بله، منابع افغانستان را تاراج بکنه و از طرف دیگه نمیگذاره که مردم افغانستان و زنان افغانستان رشد بکنه و به علم مدرن روز راه یابی پیدا بکنه. بله، از شما سپاسگزارم. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.